بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. عزیزان، امید هست که همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام. در مبحث گذشته روی ساختار شخصیتی یک کودک و یک فرد سخن گفتیم و از عناصری که یک شخصیت قوی رو میسازه سخن گفتیم و گفتیم که مهمترین نقطه هایی که یک شخصیت قوی رو ما باید باش بسازیم تأکید بر چهار مورد هست. یکیش قدرشناسی. قدرشناسی یعنی اینی که گفتیم که حد وسط بین خودشیفتگی و حقارت، حد وسط بین تکبر و غرور و احساس پوچی و هیچی کردن، و اینی که آیا من ارزش دارم، من چطور ارزش خودم رو بدونم، و اینی که من در فضای وجود چه حجمی رو دارم. و این هم ملاکش عقل هست. عقل هست که به ما میگه که آقا شما بزرگید یا کوچیک، و این عقل چطور ترازویی که دستش هست ترازوی مقایسه هست. اگر بگیم این تلفن بزرگه یا کوچیک، این سوال بیهوده ای هست. بزرگ یا کوچیک با تناسب با چی؟ با مقارنه با چی؟ قیاساً به کی؟ اگر گفتیم این تلفنه با در مقابل این قلم بزرگ یا کوچیک، خب خواهیم گفت که بزرگیم. اما اگر اومدیم همین تلفن رو در مقایسه با کمد پشت سر خواستیم مقایسه بکنیم، میگیم کوچیکه. پس اینه که ما خودمون رو چطور مقایسه میکنیم. اگر ما بیاییم همه رو بالاتر از خودمون و بزرگتر از خودمون ببینیم، خب خودمون کوتوله میشیم، حقیر میشیم، احساس حقارت میکنیم، احساس ناتوانی میکنیم. بچه هایی که همیشه با بچه های بزرگتر از خودشون بازی میکنن این مشکل رو دارن. اونها میتونن، من نمیتونم. همیشه احساس افتادگی و ضعف و تخلخلی در قدرشناسی براش ایجاد میشه. برعکس، اگر ما دیگران رو کمتر از خودمون ببینیم و خودمون رو ورم بکنیم، خب مغرور میشیم. همه افراد، حتی کودکان همیشه با بچه های کوچکتر از خودشون بازی میکنن. یک خودیت دروغین و یک غرور و تکبری در اونها ظاهر میشه. خب این یک بیماری هست. و خود این غرور چی هست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی غرور رو برای ما معرفی میکنن، میفرمایند غمت الحق. غرور در واقع در تعبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که بطر الحق و غمت الناس. نپذیرفتن حق. اگر کسی چیزی بهت گفت، دلیل میاری، مناقشه میکنی، نه اینجوری نیست، من قصدم این نبود، من منظوری داشتم، خب بطر الحق، حق رو قبول نمی کنیم. و غمت الناس، و مردم رو تحقیر می کنیم. اینم یک مصیبت هست. حالا راه حلش چیه؟ راه حلش رو هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما نشون میدن. انزل الناس منازلهم. مردم رو، هر کسی جای خودش. هر کسی جای خودش یعنی چی؟ یعنی تصورت این باشه که آقا همه انسانیم، همه مثل من، منم هم مثل دیگران. یعنی چی من مثل دیگران؟ یعنی همه یه توانمندی هایی دارند، یک چیزایی که خارج از سیطره و قوت خودشون هست. من خودم رو محتاج دیگران نمی کنم، من خودم رو به دیگران وابسته نمی کنم. چرا؟ چون من خدا رو دارم. حالا که من خدا رو دارم، انزل الناس منازلهم، همه بنی آدم، همه خلایق مثل من مخلوقات خدا هستند و من توانمندی این رو دارم که مثل دیگران تلاش کنم و بهتر از دیگران باشم. نه خودم رو در مقابل هیچ کسی حقیر و ناچیز نمیدونم، چون که من بنده خدا هستم مثل اون. پولدار بودن اون، قدرت اون، جاه و منصب اون هرگز باعث نمیشه که من خودم رو برده اون بکنم یا خودم رو کمتر از اون بدونم. تعامل من با دیگران تعامل به مثل هست. منم مثل شما. حالا من پولی ندارم، شما پول دارید، اما ما مثل هم آدمیم. من هم مثل شما، شما الان رهبرید، من کمترم. این دیگه معناش نیست که شما
به من زور بگید یا شما حرف خودتو بر من تحمیل بکنی. نه، اینجاست که این خودباوری، به اصطلاح خودباوری در واقع یک اندیشه است، یک فکر، یک باوره که باید در خود انسان باشه. قدرشناسی از خود، قدرشناسی از خود رو در مبحث گذشته خوب بستش دادیم. حالا مورد دوم چه هست؟ مورد دوم اعتماد به نفسه. اعتماد به نفس یعنی در اون فعالیت هایی که من انجام میدم، یعنی جواب سوال آیا من میتونم؟ آیا من میتونمش رو گفتیم که چه مشخص میکنه؟ اون توانمندی هایی که من دارم و احساسی که من دارم. اگر توانمندی ها و اون امکانات رو داشتم و احساس داشتم که من میتونم، اینجا اعتماد به نفس به وجود میاد. اگر توانمندی ها رو داشتم و احساس میکردم که من نمیتونم، اینجا من خودم رو تحقیر کردم. اگر این توانمندی ها رو ندارم، احساس هم نمی کنم که من میتونم این کار رو انجام بدم چون که امکاناتش در اختیارم نیست، اینجا یک مرحله آگاهی و پختگی است. اما مشکل کجاست؟ مشکل وقتی است که من توانمندی رو دارم، امکاناتش رو دارم، اما میترسم و به اصطلاح نمیتونم که این کار رو انجام بدم، ازش وحشت دارم، که همون منطقه چی است؟ تحقیر خودش. اما یه وقتی است که نه، هیچ امکاناتی هم در اختیارم نیست، هیچ توانمندی ندارم و همچنین احساس میکنم که آقا من میتونم، یعنی اون مرحله غرور و تکبر. پس اعتماد به نفس حد وسط بین احتقار خود، خرد کردن خود و بین غرور و تکبر بیجاست. و دو مورد دیگه ای که امروز بیشتر روشون بحث میکنیم، مورد خودباوری و خودپذیری است. حالا خودباوری چه هست؟ خودباوری یعنی ابراز وجود که من هستم، من آقا اینجا هستم، یه آدمیم، خودم رو قبول دارم و من حق دارم که این احساسات و احساساتی که دارم اینها رو ابراز کنم، بگم چیزی که میخوام رو بگم، یعنی حد وسط بین چیزی مثل پرخاشگری و شکست خوردگی یا بین خودخواهی و محرومیت. خودباوری وقتی که شما در یک مجلسی هستید، مثلا سر کلاس هستید، هوا گرمه، خب میترسی، به خودت جرأت نمیدی، میگه آقا هوا گرمه، میشم این پنجره رو بازش کنیم؟ آقا میشم این پنکه رو روشن کنیم؟ میشم این کولر رو روشن کنیم؟ من گرممه، من گرسنمه، من، یعنی اون چیزی که ما داریم. ببینید بچه ها، کودکان وقتی به دنیا میان، این موردی که خودباوریشون به کمال هست، یعنی خودشون رو قبول دارن، یعنی ابراز وجود میکنن، اگر گرسنه هستن گریه میکنن، یعنی یک صدایی دارن، یک قدرتی دارن که از این قدرت استفاده میکنن برای رسوندن اون چیزهایی که میخوان. آقا من گرسنمه، من سردمه، من پوشاکم عوض کنید، اون چیزهایی که میخوان، نیازهای خودش رو ابراز میکنه. این یکی از معضلات جامعه هست که شما میبینید که افراد این قدرت رو ندارن. دانش آموزا سر کلاس فهمیدید؟ بله. کسی جرأت نداره سوال بکنه. یعنی چی؟ یعنی این خودباوری درشون وجود نداره. بعد معلم که رفت پشت سر معلم، غیبت و بد و بیرا، آقا رفتیم خونه فلانی، خب چیزی که اشتباهی دید یا چیزی میخواست نخواست، داشتیم از گرسنگی میمردیم، داشتیم از تشنگی میمردیم، نشد یک لیوان آب به من بده. خب نشد که شما بگید یک لیوان آب میخوام. خودش در اون لحظه‌ای که هست، اون واقعیت خودش رو نمیخواد ابراز بکنه، نمیخواد اون چیزی که احساسی رو که داره اون رو ابراز بکنه. چرا؟ چون عیبه، بده، مردم چی میگن، اونا چی خب این یک نوع عدم قبول خود هست، یک نوع این خودیتش درش تضعیف شده و این هست که به اصطلاح خودش رو نمیتونه ابراز بکنه، نمیتونه در جایی که هست خودش رو بذاره. الان مرحله بعدیش که خودپذیری است. خودپذیری هم یک چیز بسیار مهمی هست که طرف خودش رو قبول داشته باشه. آقا من اینم که هستم، اگر کچلی همینی، اگر چاقی، اگر لاغری، اگر نمیدونم
عالمی، جاهلی، بلدی، بلد نیستی، فلان هستی، به هر حال شما یک وجود هستید، یک کائنی هستید که وجود دارید. این خودت رو به همین صورتی که هست قبول داشته باش. خودت رو اگر خودت قبول نداری، دیگه چطور انتظار داری که دیگران شما رو قبول دارن؟ این خودپذیری خیلی مهم هست که من در جامعه باشم. وقتی شما خودپذیری رو میبینید، شما میایید، کسی میاد سلام علیکم، علیکم السلام، آقا میشه این خودتون رو معرفی کنید؟ من بچه فلانی ام، من شاگرد فلانی ام، یعنی خودش هیچی، خودش رو نمیبینه، خودش رو قبول نداره، خودش رو قبول نداره، میخواد که خودش رو بچسبونه به پدرش، به استادش، به کسی دیگه تا بیاد. نه، خودت کی هستی؟ چه توانمندی هایی داری؟ چه قدرت هایی داری؟ آقا من فلانی ام، یعنی من منم، من پدرم نیستم، من اونم که رستم باید پهلوان نیست، حکایت منم. شما ببینید حضرت یوسف علیه السلام وقتی که تو مصر بود، اومد خودشون رو تقدیم کردن که آقا جامعه دچار یک بحران هست و من میتونم این بحران رو حل کنم. نیومد بگه که آقا من یوسف بچه یعقوبم، من پیامبرم، پدرم پیامبر بوده، پدر بزرگم پیامبر بوده، جدم پیامبر بودن، ما دیگه اینجوریم. نه، اومد اون شخصیتی که در اینجا هست، این معذره، این بحران نیاز به یک کسی داره که اون مقصد منم. ویژگی من تو اسمم نیست، ویژگی من تو این توانمندی هم هست. اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم، منو بذار در حل این معضله اقتصادی، یعنی وزارت دارایی رو به من بده، وزارت اقتصاد رو تحویل منش کن. اون وقت میبینید که من حفیظ علیم هستم، من در این قضیه عالم هستم، میدونم چه کار باید بکنم، علیمم، متخصصم و در این کار قضیه رو حفظش میکنم و امانتدار هستم و با امانت و با صداقت این کار رو به پیش میبرم. یعنی منی که در اونجا هستم، خودش رو اونطوری که هست قبول داره. هم این کیه که این حرف رو میزنه؟ کسیه که الان از زندان آوردنش اینجا، کسیه که یک پرونده خیلی بدی داشت و این پرونده رو طرف اومد گفت نه، من حاضر نیستم که بیام و مشکل شما رو حل کنم تا اینکه پرونده من صاف بشه، تا منیتی که هستم این قبول خودم، من این بُعد رو من قبول ندارم، این پرونده ای که رو من هست این یه پرونده دروغینه، من قبولش ندارم، تا این پاک نشه من نیستم. وقتی که پاک شد، بله، اومد خودشون رو عرضه کردن. این به اصطلاح قضیه خودپذیری، این قضیه خودپذیری باعث میشه که وقتی که شما خودت رو قبول داری، خودت رو اونطوری که هستی قبول کردی، اون وقت دیگه شما ببینید ما چه بلاهایی تو جامعه داریم. افرادی که خودشون رو، خودیت خودشون رو قبول ندارن، هی دنبال اینایی که در به در هزینه میکنند، هزار و یک به اصطلاح فن و فوت رو به راه میندازن، هزار و یک مکرو کلاهبرداری میکنن، تا چی؟ تا آقا دکترا بگیره. که چی؟ که بگن بهش آقای دکتر. یعنی تلاش برای رسیدن به القاب و مناسب، مهندس، دکتر. اگر بهش صداش زدی آقای فلانی، نگفتی مهندس فلانی، نگفتی دکتر فلانی، نگفتی حاج فلانی، دعوت میکنه. مگه من پول بابا تو دزدیدم که رفتم حج، به من نمیگی حاجی؟ این خودشو قبول نداره. در نتیجه باید یه پلاکاردی دستش باشه که با این پلاکارد خودیتش رو کسب کنه. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای حاجی، این پلاکارد رو میخواد. این یکی معضلات هست. یا طرف خودش رو قبول نداره. خودش رو چی قبول داره؟ مارک لباس. ما دیگه غیر از این نمیپوشیم. کفشاش باید این مارک خاصی باشه. یعنی دنبال مارکا، دنبال اون شکل و قیافه، دنبال اون چیزهایی که این خودیتی که ذوب شده، یعنی یک نقصی، یک محرومیتی در شخصیتش هست، این رو بیاد با چیزهایی از این ور و اون ور اشباع بکنه. و این دو افراد رو میبینید که دیگه چون که خودیتشون رو ندارن، در هیچ کاری موفق نیستن. در هر پروسه‌ای شما این رو داشته باشید، در وسط کار فرار کرد، میایید یک
برنامه میچینید، نمیدونم پروسه اقتصادی یک برنامه، نمیدونم فلان قضیه ازدواج. آقا همه دارن پیش میرن فردا ازدواج هست، دختر خانم امروز میگه که نه من نمیخوامش. یک سال گذشت، 6 ماه گذشت، همه این مراحل طی شد، چی شد؟ این همین شعوری که اینجا هست. آقا پسر در سر ساعت صفر میگه که من نیستم. خب سر بازی، همه آماده بازی، من نیستم. این افرادی هستن که همیشه دنبال، چون که خودشون رو نمیبینن، خودشون رو باور ندارن، این قبولیتی که در خودشون هست وجود نداره. خب اینها چطور میخواییم اگر اینها رو بخواییم عوضشون کنیم؟ آیا امکان داره؟ ببینید خداوند متعال قانونی رو به ما یادآور میشه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدایی که تواناییش کن فیکون هست، خدا بگه که فلان چیز بشو شده. خب خدا میگه که این قدرتی که حتی من خداوند دارم، این رو من استفاده نمی کنم در جایی که طرف خودش نخواد. خودش بخواد من میگم بشو، خودش نخواد نمیگم. حضرت موسی میاد پیش فرعون و بنی اون مصری ها، 9 تا معجزه ای که دیگه در هر یکی از اینها اینا میرسن به حدی که آقا حتما ما عوض شدیم، تموم شد، فقط همین بلا رو از جان ما دورش کن. بلا دور میشه انگار نه انگار، برمیگردم مثل همون روز اول، انگار نه انگار که آقا اینها آبشون خون شده بود، انگار نه انگار که دنیا رو قورباغه ها گرفته بودن، انگار نه انگار که چه بلاهایی که سرشون نیومد. پس اینجا چه هست؟ وقتی ما میخوایم یه چیزی رو تغییر کنیم، حتی من شخص وقتی میخوام عوض بشم، اولین نقطه اینه که باید بدونم که من مشکلی دارم. من به اون مشکلی که هست باید اعتراف داشته باشم. آقا من یک مشکلی دارم. آقا من مشکلم اینه که چاقم. اینو قبول دارم که چاقم. قبول دارم که مثلا اعتیاد دارم. قبول دارم که فلان مشکل اخلاقی، فلان مشکل رو دارم، فلان توانمندی رو ندارم، فلان زبان باید در این مرحله زبان خاصی باید بلد باشم، اون زبان رو یاد ندارم، در ریاضیات ضعیفم، در این فن و فود ضعیفم، من آقا خود مدیریت نانوایی رو بلد نیستم. یعنی بدونم که مشکلی دارم. بعد از این که مشکل رو اعتراف کردم، خودم دونستم که مشکل هست، و برای شناخت مشکل من باید بدونم که من باید از دیگران بپرسم که مشکل من چیه. ببینید حق مسلمون از مسلمون دیگه چیه؟ یکی از حقوق مسلمون اینه که اگر اذاستنصحک فانصحه، اگر اومد پیش تو و ازت پرسید که آقا منو نصیحتم کن، یه مشکلی اگر در من میبینی، یک ایرادی در من میبینی، من راهنمایی بکن اینجا، یعنی شما خودت دنبالش میرین. مؤمن آینه مؤمن هست، آینه شما پیش آینه میرید. خب این آینه بهت میگه که چه مشکلی داری، عیبت رو اگر ابراز کرد دیگه ناراحت نش، دیگه نزن آینه رو بشکن، نزن اون دوستی رو خراب کن، بیا درستش کن. حالا آقا اینجوری مگه عیبو میگند؟ عزیز من عیب مال شماست، عیب مال شماست. یه پزشکه که این عیب رو میاد بدون اینی که شما متوجه بشید، این رو میاد پاکش میکنه و با نرمی، یک پرستار خوبی هست، با نرمی میاد شما رو هدایت میکنه، شما هم خوشحال میشید، هدیه میده، اون عیب شما رو تو یک کادوی خوبی میکنه، بهتون هدیه میده. یکی دیگه هست آقا اینو بلد نیست، اومد همینجور مستقیم تو چشت گفت. خب اینو فکر کن داروست، داروه، شما نیازش داری، تلخه، حالا تلخ هم باشه استفادهش میکنی به خاطر چی؟ به خاطر اینه که شما نیازش دارید، یک مشکل در شماست. حالا اعتراف کردم، قبول کردم که این به اصطلاح مشکل رو دارم، یعنی اعتراف کردن یعنی چی؟ یعنی براش بهانه تراشی نکنم، نه آقا نه این طور نیست، من نه اصلا من غرور در من اصلا نیست، من وقتی میرم جایی با بچه ها میرم بیرون رو زمین میشینم. یعنی چی؟ یعنی این دنبال این هست که آقا یه چیزی بهت گفتن، حالا بیا نگاه کن واقعا حرفشون درسته، اگه درسته خب یک اشکالی در من بود که این رو بدونم و درستش کنم. بعد از اون که این رو من قبول کردم،
با اگر هم قبول کردم تا اینجا هیچ تغییری صورت نمیگیره. شما میدونید که چاقید، قبول هم دارید که چاقید و این بیماریه باید درست بشه، اما تا وقتی که تصمیم نگرفتید هیچ کاری نمیشه. باید من تصمیم بگیرم که عوض بشم، تصمیم بگیرم که این عیبی که در من هست رو اصلاحش کنم. بعد از اینکه تصمیم گرفتم اجراش کردم باید تکرار بکنم، چون یک عادتی که در من درست شده این عادت با مرور زمان درست شده، باید زمان میبره تا این درست بشه، باید این رو تکرار بکنم. حالا مثلا میخوام چاقیم رو رفع کنم، دیگه به یه هفته دیگه انتظار نداشته باشم. یک رژیمی که میگیرم این باید دوام داشته باشه. یک حرکت زشتی رو میکردم، الان باید خودم رو وقتی میام به شیوه های مختلف کنترل میکنم یا تنبیه میکنم یا بازخواست میکنم یا هر فن فوتی دیگه استفاده میکنم برای تغییر، باید اینقدر تکرار بشه تا من بتونم به هدف برسم. حالا شما ببینید که ما چطور این مهمترین موردی که گفتیم که هست، این خودباوری است، که ضعف در خودباوری رو ما چطور بیاییم اصلاحش بکنیم. ضعف در خودباوری اصلاحش ساده نیست. یعنی خداوند متعال به ما میگن که وقتی شما رفتید یه جایی اجازه میگیرید برای دخول در یه خانه، خب در میزنید و در رو باز نکردن، سه بار در میزنید در رو باز نکردن رفتن، دیگه این حق شما نیست. خب اینا تو خونن، صدای بچه هاشون هست و لامپ هم روشنه، اینا چرا در رو باز نمی کنن؟ خداوند متعال به شما میگه اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، اگر به شما گفتند که برگردید برگردید. یعنی اگر در رو وا کرد برادرت، دوستت، عزیزت، یا پشت در گفت ببخشید نمیتونم الان از شما استقبال بکنم، به شما گفت برگردید، یا در رو باز نکرد یعنی به شما گفته برگردید، سه بار در زدید در رو باز نکرد. اذا قیل لکم ارجعوا، اگر به شما گفتم برگردید برگردید، یعنی حق ندارید که اینجا بیایید این رو محاسبه کنید که این چرا این حقی رو که خداوند متعال به اون داده، حق خودباوریش رو بیاد اینجا عملا نشون بده. اگر شما این رو در دیگران قبول ندارید این خیلی مشکله و پذیرش هم برای خیلی ها سخته. شما میبینید شما دوستتون رو دیدین توی سر چهار راه موبایل دستت، زنگ میزنی بهش ببینید که آقا جواب میده نه، بله میدونه که این تلفن من جواب نمیده، بابا جانی حقشه، چرا نمیذاری حق؟ چرا میخوای رابطه خودت رو با دیگران امتحان بکنی؟ چرا میخوای دوستی و محبت دیگران رو بر خودت امتحان بکنی؟ چرا باید هر دفعه جواب موبایل شما داده بشه؟ ده بار زنگ زدم جواب ندادی، دلخوره، آخه جواب ندادن حقشه، حقشه که این خودش رو قبول داره. در اون لحظه ای که شما زنگ زدید حالتش اجازه نمیداد که جواب بده، مشغول کاری بود، چرا میخوایی که همه مگسی باشن که هر وقت خواستی هی دستتو تکون بده بگیریش؟ این یک نوع غروری هست، یک نوع، این هم خودش برمیگرده به ضعف شخصیتی در همچین فردی که همچین حالتی رو داره. اما قوت شخصیتی کجاست؟ اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکا لکم، شما یک انسان درست، یک انسان قوی شخصیت، یک انسان مرتب، یک انسان متمدن هستی، وقتی که به شما گفتن برگردید برگشتید، تو دلتون هیچی نمود. تو دلتون نباید هیچی باشه، نباید دلخوری خب دوباره من خونت بیام، پس شما اینجا مشکل دارید، ده بار اومدم در زدم در رو باز نکردی، من دیگه گفتم که حتما دیگه نمیخوای خونت بیام. شما وظیفه خودت رو انجام میدی، اذا قیل لکم ارجعوا فرجعوا، اینجا برمیگردی خیلی خوشحالم برمیگردی، براش 100 تا بهانه میتراشی، شاید خوابه، شاید خسته است، شاید حالتش اجازه نمیده که از ما استقبال کنه، شاید اعصابش خورده نمیخواد که به اصطلاح این اعصاب خوردیشو ما ببینیم و به اصطلاح با ما حرف بدی بگه، شاید و شاید و شاید، شاید مشغول نماز، شاید مشغول عبادت، شاید نشنید، هزار یک، اما هیچی تو دلت نمیگیری و این آسون نیست. چون که آسون نیست، این مرحله ای هست که یعنی
اون صیقل شخصیت صیقل داده شما رو میرسونه، صیقل از کالکم رو میرسونه. یکی از تابعین قتاده میگن که من 10 سال تلاش کردم که همین آیه رو عملی بکنم، نتونستم. بله سخته، سخته که وقتی شما میرید خونه خواهرتون، عزیزتون، دوستتون و به شما میگه برگردید، در روتون باز نمی کنه. اما باید این حق رو به اون بدی تا خودش باشه و این حق رو به خودت هم بدی که هیچی تو دلت نگیری، که این کمال شخصیتی خودت رو میرسونه. خداوند متعال در جای دیگه میفرماید فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. فمن عفا، وقتی کسی که بخشید، یک کسی اشتباهی کرد در حق شما، و اصلح، شما میبخشید اما در این حال اصلاح میکنید، اون وقت اجرت بر خداست. امام ابن تیمیه میگن که کسی که بخشید و اصلاح نکرد، پس در نتیجه اجرش با خدا نیست، خدا دیگه اجری نداره. یعنی تنها بخشش کافی نیست. کسی به شما اهانت کرد، کسی اومد نمیدونم زد خونه شما، پنجره رو شکست، چیکار میکنین؟ میرید میگیریدش، آقا این پنجره رو شکستی، بیا درستش کن. خب آقا نداریم، اشتباه شده، فلان شده، الان شده، خب بخشیدیم، آقا بخشیدیم، برو. اینجا شما اصلاح نکردی، نه خیر، برو قرض بگیر، بیا درستش بکن، تا بار دیگه پنجره کسی دیگه رو نشکنی. قرض گرفت، اومد کارگر آورد، پنجره رو درست کرد، میدونی که نداره، اما الان اصلاحش کردی تا بار دیگه همچین غلطی نکنه. اون وقت یه هدیه بهش میدی که آقا این پولشیش هست، اما دوباره از این کارا نکن. این مراحل رو باید طی بکنی تا طرف رو بسازی. آقا طرف اومد زد به ماشین، آقا چرا زدی؟ دیگه متوجه نشدم. این کارش همینه، یه بچه ای هست که با این سرعتی که داره میره، با این اگر اشتباهی شد، اشتباه غیر عمدی بود، خب اینجا عفا گذشت هست. اما نه، شما میبینید نه، این مرده که اصلا کارش همینه، این باید گوشبالی بشه. نه خیر، تا ماشین رو درست نکردی حق نداری از اینجا تکون بخور. یعنی میای اصلاحش میکنی، هدفش هست اصلاح هست و ازش در میگذری. در گذشتن و اصلاح، که چی؟ که اون بعد شخصیتی که این مرد توش مشکل داره، این رو درمان بکنی. وقتی که شما این غروری که درش هست این رو شکستی با اصلاح، بعد از اون بخشیدی، الان بهش کرم و سخاوت بخشایش رو دادی و اینی که من حق خودم رو گرفتم ازت، اما باز بخشیدم، این یک معنای دیگه ای داره از اینی که شما بگید خب اشکال نداره، اشکال نداره پسرم، برو یک کرگر رو هم بزن کلش رو بشکن. خب اما خب چرا این خودباوری در ما و در جامعه ما بسیار ضعیف هست که شما میبینید کسی رو تعرف میکنه بفرمایید سر غذا، گرسنه شه، میگه نه 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 الان میل شد. خب جای چی شما این رو میشنوید، میبینید که چطور ما خودباوری رو در افراد میکشیم، از بینش میبریم. شما ببینید در مدرسه مثلا بچه ها سر کلاس هم سر و صدا بپر و این ور مفسر دم کلاس میاد، اومد چی اومد؟ معلم داره میاد. یعنی چی؟ یعنی بچه ها به صورت طبیعی نباشید، الان من آبروی منو حفظ بکنید جلوی معلم، یعنی نقش بازی کنید. بعد معلم میاد، بچه همه نشستن، معلم که اومد بچه ها رو میبینه خوب نشستن، بچه ها یک الان یک ناظری از آموزش پرورش اومده یه سر میزنه، بچه ها آدم شیدا، آبروی منو نبرید، ناظره میاد الان اونا یه نقش دیگه مهمتر بازی میکنن، تا معلم یه چیزی میگه همه من بگم یعنی نقش بازی میکنن که چی؟ نشون بدن که بله دیگه خیلی درس خون و خیلی مؤدب و خیلی چی هستن. ناظم که میاد این رو میبینه خیلی خوشش میاد، خب میگه بچه ها قراره که کسی از مرکز بیاد، از وزارت دیگه، بچه ها حواستون باشه آبروی منو نبرید آدم شید. این برای خودش. بعد اون طرف میاد، یعنی هر یکی از این مرحله ها یک نقش ساختگی که همه اینها غیر از اون طبیعت فردی افراد هست.
ما بهشون میگیم خودتون نباشی، ما میخوایم نقش بازی کنیم. این نتیجهش میشه. حالا شما ببینید توی این مدرسه این در طول یک سال چه ارزش ها و مرامی به بچه ها آموخته میشه. در جشن پایان سال که افرادی اومدند از این ور اون ور این گزارش رو تقدیم میکنن، دانشجو هم نشستن گزارش مدرسه یه نمونه که تو این مدرسه چی هست و چی هست، این دانشجوی دانش آموزه نشسته میشنوه میگه چه مدرسه یا این کجاست که منم برم ثبت نام کنم. تازه حواست میشه هدفشون منظورشون مدرسه خودمون هست، اون چیزایی که خودش میدونه، میدونه که همه اینها یک نقش دروغین بود. یعنی اگر میخوای آدم خوبی باشی خودت نباش. این مفاهیم غلطی رو که ما خودمون در افراد در بچه هامون میاییم نهادینش میکنیم، خب این اون خودباوری رو از بین میبره. یا مثلا شما ببینید یک خود تو خونه حالت اورژانسی اعلام میشه، چیه؟ رفیقای بابا داره چند تا از رفیقاش میاد، مهمون میاد دیگه ببین همه بپر اون ور اتاق و ترتیب بده و فلان و شکل و قیافه و همش به خاطر چی؟ به خاطر یک نقش بازی کردن. یعنی اون طبیعت خودمون، اون مرامی که خودمون هستیم نبشه. یعنی چیزی فراتر از قضیه احترام، یه چیزی از احترام، اما یه چیزی هست فراتر از احترام، تا آموزش بچه ها که بیان اتکت استقبال مهمون و نشوندن مهمون و مثل بت مجسمه در کنار مهمون نشستن و توان حرف زدن نداشتن، یک هیبت ساختگی. بعد از اون میخواییم که از این بچه ها که در مجلسی نشستن مثلا بتونن حرف بزنن. چطور میتونن حرف بزنن وقتی ما از مهمون ترسوندیمش، از مردایی که میان ترسوندنمش، وحشت کردیم؟ اینه که وقتی که یه موردی میشه مردم میان تبریک میگن برای ازدواج پسر، پسر نمیتونه همین جواب تبریک رو بده، پدرش وفات کرده، مردم اومدن تسلیت بگن، دیگه میگن که انشالله آینده شما هم، نمیدونه که چطور تسلیت رو قبول کنه یا چطور حرف بزنه. یک مسئله هست تو مشوره ای هست فلان هست سمون بکمون. چرا؟ چون این هیبت ساختگی که ساخته شده در خونه که آقا خودت رو باور نداشته باش، باید نقش بازی کنی. این فرهنگایی که ما داریم، فرهنگایی که فرهنگ سکوت که در مجلسی نشستی آدم ساکت آدم خوبی هست، جایزه اخلاق رو، جایزه انضباط رو به کی میدن؟ به همون بچه ای، پسر بچه ای که تو مدرسه هیچ سوال نکرد، ساکت نشسته بود، گوشه‌گیر بود. آقا این یه بیمار روانی است، این مشکل داره، به جای این که برید این رو درمانش کنید، ما این رو به عنوان شاگرد نمونه مطرحش میکنیم. چرا؟ سمون بکمون بود. در مقابل اون شاگردی که خودش رو باور داشت، چیزی رو نفهمید، آقا من نفهمیدم، دوباره تکرارش بکن، همه بچه‌ها این ور اون ور نگاش میکنن، خفشو خودشو نفهمیدن، اما آخر وقت گیرمون میشه. خب یا در بین وقت کلاس میگیره میخواد، معلم هم از دستش کلافه است، چون میپرسه، یعنی معلم هم بهش داره میگه که نپرس، خفه کن بگیر، اون وقت آدم خوبی هستی. این فرهنگ که در پیش ما هست، این فرهنگ باید عوض بشه. این فرهنگ خودباوری رو میکشه. فرهنگ این که بچه سربزیر بچه خوبیه، این و این باور، اون بچه ای که تحرک داره، خودش رو باور داره، میخواد یه چیزی بپرسه، نفهمیدم، آقا تکرارش کنین، این کار رو نباید میکرد، این میبینه که همه جامعه فقط اون کسی که سربزیر هست، ساکت هست، اون رو خوب میتونن، اون آدم خوبی هست. کسی که میپرسه این مغروره، خودش رو میخواد نشون بده، میخواد قیافه بگیره، میخواد فلان. این خود به خود چیکار میشه؟ خود سانسوری میکنه و میاد و مثل همون میخواد ادای اون رو در بیاره. در حالی که نه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما چی یاد میدن؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اون کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره. شیوه تربیتیش چی هست؟ فلیقل خیرا او لیصمت، باید خیر بگه، باید یعنی اولین نقطه سکوت نیست، اولین نقطه گفتنه، اما گفتن مهار شده، گفتن ارزشی.
آقا حرف بزن اما حرف درست بزن. قولوا للناس حسنا، سخن، سخن خوب. این حرفای بیهوده‌ای که به ما یاد دادن که آقا سکوت از طلاست، نمیدونم فلان، اینا همش. اگر سکوت از طلاست پس چرا دهن خلق شده؟ پس چرا زبان رو خداوند آفریده؟ خداوند زبان رو آفریده، دهن رو آفریده. قولوا للناس حسنا، تا خوبی بگوییم، تا حرفای خوب بزنیم، تا کارهای خوب بکنیم، تا فعالیت‌های خوب بکنیم. اما اگر ما اشتباه کردیم و حرف زشت زدیم، دشنام و فحش و دعوا رو انداختیم، اون دیگه مشکل ماست. مشکل این نیست که به اصطلاح سخن گفتن عیبه. پس این خودباوری که احساسی که در فرزندان هست که مردم خودباوری رو دوست ندارن، این باعث میشه که اونها کنارگیری کنن. یه مورد دیگه ای که باعث میشه که این خودباوری در ما تضعیف بشه و در کودکان به خصوص، اون تصور اون مغلطه های احترام بزرگتر. احترام بزرگتر در فضای احترام هست. یعنی چی؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لیس منا من لم یحترم کبیرا، از ما مسلمون ها نیست اون کسی که احترام بزرگتر رو نداره. و همونطور اشفاق بر دلسوزی بر کودکان. خب احترام بزرگتر آیا این معیاری داره؟ بله. یعنی من در مقابل بزرگتر، هر بزرگتر دوست باباست، عمو هست، عمه هست، خاله هست، فلان هست، به من بد گفت، فحش داد، توهین کرد، نمیدونم فلان، درسته که من جوابش رو نمیدم، اما باید این رو ابراز بکنم با حرکت‌های جسمم که من از این حرف خوشم نیومد، ناراحت شدم، اون ناراحتی رو به روم بیارم تا همه بدونن که حد و حدودشون چی هست. من احترام میگذارم، احترام رو به اختیار خودم. احترام اختیاری است، اجباری نیست. من احترام بزرگیشو دارم، بله احساس میکنم بزرگ، عصبانی هست، نمیدونم مشکل روانی داره، فلان هست، من جوابش رو نمیدم، اما در این حال این رو ابراز میکنم که این ویلام. شما میبینید خیلی از افراد به خصوص کودکان مورد سوء استفاده بزرگترها قرار میگیرن، بزرگترهایی که شاید از خویشاوندان باشند. چرا؟ چون که این مبالغه در احترام بزرگتر، یعنی مغلطه در اینی که بزرگتر هر کاری کرد شما باید ساکت باشید، بزرگتر هر تصرفی کرد شما حق ندارید این تصرف رو به زبان بیارید و ابرازش بکنید. خب الان این عدم خودباوری چه تأثیرات منفی رو در زندگی فرد میذاره؟ اولین تأثیر منفی که میذاره روی دین فرد میذاره. انسانهایی که خودباوری ندارن دین درستی ندارن و خیلی وقتا میبینید که منافق صفتن. چطور؟ اولین موردی که منافق صفتن اینه که دروغ میگه. شما هر چیزی میخواید، آقا غذا خوردی؟ بله. خوشت اومد؟ بله. هر چی شما بگید، این خواستگار خوبه؟ هر چی بزرگترها بگن. خب نمیخواد اما جرأتش رو نداره. وقتی که این خودباوری نباشه چی شد؟ این زندگی خودش رو کلن در معرض خطر میذاره. بله بفرما عزیز بزرگوار، در خدمت شماست. من این خودباوری با شما، یکی از مهمترین قضایای دین چه هست؟ امر به معروف و نهی از منکر هست، اصلاح جامعه، نهادینه کردن ارزش ها، برچیدن ضد ارزش ها. اما طرف خودش رو وقتی باور نداره دیگه نمیتونه این امر به معروف از نهی از منکر رو اجرا بکنه. در نتیجه یکی از مهمترین مسائل دینی و واجبات دینی رو ترک میکنه. بفرما عزیز بزرگوار، در خدمت شما هستیم. سلامت باشین جناب استاد. من راجع به موضوع برنامه که واقعا موضوع بسیار زیبایی هست، بحث عناصر ساختار شخصیت فردی، این نکته ای که واقعا اگر همین افرادی رو به عنوان مثال بخوایم برای بیننده های توضیح بدیم، همین افرادی که الان اومدن به پیامبر توهین کردن، همین افرادی که اومدن به مقدسات توهین کردن، همین افرادی که کاریکاتور پیامبر اسلام رو کشیدن، اینها مشکلاتی که نشان میده که اینها
در افکار خودشون دچار انحراف هستن و این مشکلات شخصیتی دارن که حاضر هستن به مقدسات چند میلیارد انسان توهین بشه فقط به خاطر اینکه به اون هدف خودشون برسن و اینها کاملا نشون دهنده مشکلاتی هستش که در این دست از افراد وجود داره. همسال خانم علی نجادی که اومد برادر عزیز و بزرگوار، مبحثی که شما اشاره میکنید خیلی مبحث دقیقی هست و باید روش کارشناسانه کار بشه و دیروز ما روی همین مبحث برنامه‌ای داشتیم، برنامه روی یوتیوب هست، چطور حق، عنوان برنامه هست که حق بشریت هست که ما محمد باشیم. این برنامه رو اگر ببینید کل این برنامه به اصطلاح در همین موضوع هست، به صورت کارشناسانه ما این رو واشکافی کردیم. اگر لطف کنید این برنامه رو مراجعه کنید خیلی خوبه. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. سلام علیکم. سلام و درود بر شما. امروز خدمت شما. لطف دارید بزرگوار. در رابطه با این عناصر شخصیت ساز هر فرد بخش برمیگرده به خانواده‌ای که در اون بزرگ شده، بخشش برمیگرده به اجتماعی که در اون رشد کرده و بخشش هم برمیگرده به آیین و سنت‌های و اون دین و عقایدی که بهش پایبنده. قاعدتاً اگر که این از یک منبع الهی و از یک منبع وحیانی باشه خیلی بهتر انسان میتونه شخصیتش شکل بگیره و قاعدتاً باید انسان برای اینکه این شخصیت خوب شکل بگیره باید به آموزه‌های دینی پایبند باشه، به سنت نبوی پایبند باشه. حالا ما خیلی خیلی ممنون و عزیز من، حرفایی که ما میزنیم که باید پایبند باشه چیز عمومی هست، همه داریم میگیم که باید پایبند باشیم، اما اون فن و فوتی رو که به اصطلاح چگونه ما این رو اجرا بکنیم رو میخواستیم از زبان شما بشنویم. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. بفرمایید. سلام و درود باشه. خدمت شما عرض کنم که توی دورانی هستیم که خیلی‌ها به خودشون اجازه دادن که به خاطر آزادی بیان به پیامبر رحمت عزیز بزرگوار، ما توی این مبحث این مبحث رو به صورت بسیار دقیق و شکافی کردیم توی یوتیوب شبکه، برید قضیه رو در هر به اصطلاح در هر جایی سخنی اونجا قضیه به اصطلاح چرا اینها توهین کردن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مشکلشون چی هست و قضیه چی هست و به هر حال اگر قرار اونهاش توهین کردن شما هم دارید توهین میکنید، پس فرق شما با اونها چندان زیاد نیست. بله عزیز بزرگوار در خدمت هستم. اگر لطف کنید، بله اگر لطف کنید صدای ما رو از گیرنده تون بشنوید. در رابطه با این شخصیتی که بله شما قبلا بودید به حرفی که نزدید عزیز بزرگوار. بله عزیزم بفرمایید. بله این آقایون براشون خیلی قضیه حساس شده، چون که اهانت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم از سران فرانسه بود و سران فرانسه هم که آلهه این آقایون هستند و سران فرانسه کسی هستند که بدترین خیانت رو به ایران کردند و بزرگترین جنایتکار این زمان رو که آقای خمینی باشه به ایران فرستادند و همچنین حزب الله که خدای به خدایش فرانسه هست. الان اینها از این واکنش بزرگی که جامعه اسلامی و وحدتی که جامعه اسلامی نشون داده برای به اصطلاح مبارزه با این حماقت فرانسوی ها، اینا به تنگ اومدن. الان شما میبینید که چه دروغ ها و چه حیله ها و چه بلاهایی رو که در اختیار دارن و دارن انجام میدن. در سوشل میدیا اومدن نمیدونم حرف های رئیس فرانسه ماکرون رو اومدن به گونه دلخواه خودشون ترجمه کردن و گویا ماکرون خامنه ای است که داره حرف میزنه و بر علیه اسلام داره به اصطلاح و شبه پراکنی میکنه. همه اینها به خاطر این هست که فرانسه است، فرانسه هم که خدای این آقایون، در نتیجه تحملش براشون سخت است. اما موتو بی غیبکم، این دستور الهی است، این به پیمان الهی است که شما به همین خشم و وضعیتی که هستید خواهید مرد و این جامعه اسلامی و این یک پارچگی جامعه اسلامی و این خودباوری که در جامعه اسلامی هست به اصطلاح دمار از روزگار شما در میاره. در هر حال مورد
بله عزیز بزرگوار در خدمتم. سلام علیکم آقای عمر. سلام و درود بر شما، بفرمایید. آقای عمر من منتقد شما هستم. شما منتقد باشید اما در خود موضوع برنامه. خیلی ممنون از مشارکتتون. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. سلامت باشین. سلامت باشید. جناب استاد من میخوام اینو بگم که باز اتحاد جامعه اسلامی جواب معنی اینی که مسلمانان یک سر علیه کسانی که به پیغمبر توهین کرده بودن نتیجه گرفتن و باعث شد که دنیای کفر. عزیز بزرگوار اگر لطفونی در موضوع برنامه با ما همراه باشید خیلی ممنون میشم. این موضوع رو ما دیشب داشتیم و هفته گذشته هم داشتیم و همین به اصطلاح موضوع داغ هست در برنامه خودش، اگر بتونین مشارکت کنین ممنون میشه. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. صدای بله بله. پس عدم خودباوری یک لطمه میذاره به دیانت افراد و همونطور که ملاحظه میفرمایید این آقایونی که به این بحران دچار هستن شما اینها رو الان در این صحنه ها میبینید. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هست. سلام میکنم خدمت شما. سلام و درود. سلام ممنون از موضوع برنامه‌تون. بزرگواری. موضوع برنامه که عناصر ساختار شخصیت یک فرد، من خواستم بگم که به نظر من ساختار شخصیتی یک فرد خب میتونه از سه زاویه بهش نگاه کنه، یعنی سه دسته تقسیم داره. بفرمایید. دسته اول، دسته دوم و دسته سوم. من دسته اولش باز خودش میتونه چهار. خب خیلی لطف و بزرگواری از این تقسیم بندیتون بسیار جالب بود. شما بیشتر برای مهندسی خوبین. دفتر نور. بله. این بله بفرمایید عزیزم. من کاوه هستم. بله آقای کاوه نجات پرست. شما کلن قدغنید آقای کاوه. بله بفرمایید. بله عزیز بزرگوار. برای این آقایون دیگه خودشون زیر سوال رفته، فرانسه زیر سوال رفته و دیگه خیلی برایشون سخت میگذره. دیشب ما روی همین مبحث بودیم، مبحث به اصطلاح فضایی که به اصطلاح فرانسه به وجود آورده. بله عزیز بزرگوار در خدمت شما هستم. سلام. سلام بر شما استاد عزیزم. سلام و درود بر شما، بفرمایید عزیزم. در مسئله در مورد این عناصر شخصیتی اینها دوستانی که میان این دسته تو دسته می کنن این کار قشنگی نیست. خیلی خیلی بله بفرمایید عزیزم. بیشتر بله این آقایون دیگه به هر حال مشکلشون هست. در هر حال از گرفتن تماس های شما عزیزان معذرت می خواهیم به خاطر وجود این موزیان و که به هر حال خیلی بهشون سخت گذشته. برنامه دیشب ما که در مورد چرا فرانسه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم توهین کرد دیگه این آقایون رو خیلی اذیت کرده. در هر حال امید هست که شما این برنامه رو داشته باشید و از پذیرفتن تماس های شما معذرت میخواییم تا موضوع رو جمع‌بندی بکنیم. تأثیر منفی که عدم وجود خودباوری بر افراد داره گفتیم که تأثیر میذاره روی دیانت فرد. فرد اون قدرتی که به اصطلاح برای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشه اون رو از دست میده. خداوند متعال به ما میگه وقتی که شما در یک جلسه ای هستید فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. وقتی در یک جلسه ای هستید که در اون به مقدسات توهین میشه شما به اونا نشینید. مجبور بشن که موضوع رو عوض کنند. آقا موضوع رو عوض میکنیم. شما دارید به مقدسات من اهانت میکنید. اما کسی که این خودباوری رو نداره خب اینجا مشکل داره، نمیتونه این حرف رو بزنه. یعنی این صفت باعث میشه، این نقص تربیتی باعث میشه که طرف به صورت یک انسان منافق صفت بشه. بعد پشت سر میره حرف میزنه اما در محضر در اون جلسه‌ای که هست هیچ گونه به اصطلاح این توانمندی رو نداره. نقطه بعدیش هم تأثیر این بر فضای کاری این آقاست. در فضای فعالیت‌های کاری میبینیم که این آقا اگر کارمند هست میبینید که همه هر چه کار هست توی روی سر ایشون میذارن.
نمیتونه میگه آقا این کار من نیست، شما باید انجام بدید. هر کسی کاری داره میگه آقا شما هستی دیگه، من یه توپاک برم بیرون. همه کارهای خودشون رو میذارن روی این. اگر ایرادهایی بشه همه شکایت‌ها بر علیه اینه و این نمیتونه از خودش دفاع بکنه. این توانمندی و این قدرت رو نداره. همیشه متهم هست، همیشه تو سری خور هست، همیشه کارهای دیگرا رو میکنه، همیشه ازش سوء استفاده میشه، مدیر کار ازش هر چه کار هست اضافی رو سر این میذاره. خب چیکار میشه؟ این از خودش، از کار و از این متنفر میشه. و بدترین حالت انسان این هست که وقتی که کاری رو میکنه مصدر رزقش، روزیش از کاری هست که خودش به اون عشق نداره، از اون متنفره، از رفتن به سر کار متنفره، نه از خود کار، از فضایی که به وجود آورده و از سوء استفاده که دیگران میکنن. و اگر مدیر به سلوی کاری بود و زیر دستانی داشت، ببینید افرادی که در یک مؤسسه کار میکنن دو گونه هن، یکی رو به سو میگم شاهین صفت، یکی رو میگن که اردک صفت. شاهین صفت ها چی هن؟ اونیه که صاحب کار بهش میگه آقا فلان کار رو انجام بده، میخواد یک کاری رو میخواد بده انجام بگیره. بعد دیگه این به صورت مثل یک شاهین اعتماد به نفس بالا داره، خودش رو قبول داره، میبینیم که این از بالا میپره، از پایین میپره، به چه شکلی انجام بده رو خودش انتخاب میکنه و نتیجه کار رو میاره تحویل میده. افراد دیگه ای هستن که نه، اینها همون افرادی هستن که خودشون رو باور ندارن. اینها سیستمشون سیستم اردکی هست. شما میبینید اردک حرکت میکنه، بچه هاش پشت سرش حرکت میکنن، وای میسه بچه ها وای میسن، نک میزنه به زمین نک میزنن، تو آب میره تو آب میرن، یعنی پشت سر همینجور بسته چشم کورانه حرکت میکنه. این افرادی هستن که اون خودباوری رو ندارن. خب این فضای کار رو خیلی سخت میکنه که یک مدیری هست که از دیگران میخواد اینطوری باشید، یعنی خودتون هیچی، هر چی من میگم همون بشه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت یک اداره، یک کشور فلج میشه. شما الان ببینید مثلا در کشور 80 میلیون انسان در ایران، چون که رهبر به این مشکل تربیتی، با این مشکل تربیتی دست به گریبان هست، این خلأ تربیتی رو داره، خودباوری نداره. الان چیکار میکنیم؟ این آقا میخواد که تمام جامعه اینطوری پشت سر اون حرکت کنن. ما چند تا شبکه تلویزیونی داریم، چند تا رسانه داریم، چند تا روزنامه داریم، چند تا رادیو تلویزیون داریم، چند تا و چند تا، همه دارن یه حرف میزنن، همه دارن دیکتاتور چی میگه. این مشکل دیکتاتور همینه دیگه، دیکتاتور یک انسان بیمار شخصیتی است. الان شما ببینید این طرفی که به اصطلاح به پیامبر توهین کرده، ماکرون کی است؟ ماکرون یک مریضه، یک بیمار روانی است. حرکتاش رو ببین، نمیدونم فضای اجتماعی، فضای خانوادگیش رو ببین، زنش رو ببین، رابطهش با زنش، تاریخچه این رابطه، همه اینها کارهای یک انسان روانی است. اما چون که فضایی چه هست؟ فضایی هست که یک سیستم افراد رو به بردگی گرفته، خدایی اون حکومت، خدایی اون حکومتی که خودش رو خدا قرار داده، دیگه همه باید پشت سر این اردکوار حرکت بکنن. دقیقاً همین چیزی که شما در ایران شاهدش هستید، دقیقاً همین چیزی که افراد در سیستم افغانستان و تاجیکستان تلاش دارن که جامعه رو اردک بکنن. خب یعنی خودباوری، عدم خودباوری در خودشون و انتظار اینی که جامعه هم اینطور باید پیش بره و جامعه رو مجبور میکنن. این سیستم های بیمار، سیستم جمهوریتی که یک سیستم بیمار هست، همینه که همه افراد مهارشون دست اون یه نفره، دست اون سیستمه. این سیستم فاسد شد، باید همه پشت همین فساد حرکت بکنن. الان یک انسان عاقل اندیشمندی هم که در این میدان هست و میدونه که آقا راه به چاه، پایان این راه چاه هست، چیکار میکنه؟ مجبور حرکت کنه. چرا؟ چون که حرکت نکرد جاش عوض میکنن، حقوقش دست اوناست. یعنی حقوق همه رو یک نفر دست بگیره، دیگه اینجا بردگی است. اینجاست که این بیماری های شخصیتی چه بلاهایی سر ملت ها میارن. یک کشور ثروتمندی با این همه امکانات، با گاز و نفت و یعنی همه ثروت های باداورد، کشورهایی هستن که هیچ گونه ثروت باداورد ندارن، با عرق خونشون، با عرق جبینشون دارن به آسمون میرسن. و کشوری با این همه سرمایه های هنگفت، میبینید که ملتش
در قعر فقر و بدبختی هستن، آب آشامیدنی درست ندارن. این همش برمیگرده به همین بیماری های شخصیتی، به همین فلاکت هایی که تویش هستن، و همچنین این تأثیر منفیش بر روی احساسات فرد. نمیتونه کسی رو که دوست داره بهش بگه دوستش دارم، نمیتونه کاری که میخواد ابرازش بکنه اون احساسات خودش رو ابراز بکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که لن تدخلوا الجنه حتی تؤمنوا، وارد بهشت نمیشید مگر اینکه ایمان داشته باشید، و لن تؤمنوا حتی تحابوا، و ایمانتون نمیشه مگر اینی که همدیگر رو احساسات و محبت، محبت باید در جامعه هویدا باشه. بعد میگه که آیا شما رو یه چیزی یادتون ندم که محبت رو در بین شما زیاد کنه؟ گفتن بله یا رسول الله. گفتن که خب سلام، افشو سلام رو بین. سلام یک اتکت کامل هست، یک پکیج کامل. سلام یعنی چی؟ یعنی یک جمله از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و یک لبخند با یک آغوش گرم با یک چهره باز، اینها همه اون پکیج سلام هست. الان ببینید در جامعه هایی که بسیار در افرادی که این خود اعتماد به نفس و خود باوری رو دارن، وقتی میاد توی مغازه از سلام علیکم و رحمت الله یه سلامی میگه که همه مردم متاثر میشن، اما یکی دیگه هست که این نه، سلام مثل یکی هم وارد میاد، سلام سلام، این سلام سلام رو تو این بر اون بر میبینید. خب حتی همین آقایون بیمار وقتی تلفن میگه آقا سلام، خب با چی؟ با همون حس بیمارگونه خودش، با همون مشکلی که خودش داره. طرف میاد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد یا رسول الله من فلانی رو دوستش دارم. میگه آقا دوستش داری؟ شما دوستش داری؟ من چیکار کنم؟ برو بهش خبر بده. یعنی این جرأت رو، این کدباوری رو داشته باشید که بتونید به اصطلاح بهش خبر بدید. و تأثیر منفیش روی آموزش، فضای آموزشی، اون کسایی که خودشونو باور ندارن دیگه جرأت ندارن که معلم بگن آقا ببخشید من این رو نفهمیدم، یه بار دیگه تکرارش کن. جرأت سوال کردن ندارن. ترس باعث میشه که دیگه هیچ، این واهمه و ترسی که در اینها به وجود میاد باعث میشه که یاد نگیرن، هیچ فن و فوت یاد نمیگیرن، در درس و بشقشون همیشه عقبن، و یک حالتی به وجود اومده که به صورت این حالت این فضای خودباوری ای رو به صورت خراب کرده. همونی که مثلا تو فضای آموزشی اینها نقش بازی میکنن، جلوی معلم، جلوی نمیدونم مدیر، جلوی فلان، همون مثالی که اول زدیم. و این تصوری که خانواده ها به بچه ها میدن که نباید مثلا اشتباه بکنن، اشتباه هر انسان اشتباه میکنه، اما این تصور که یک آدم نباید اشتباه کنه، تو عقل داشتی، تو فلان داشتی، همه اینها باعث میشه که اون خودیت فرد، اونی که من یک انسانم، من اشتباه میکنم، کار درست هم میکنم، اما اشتباهم عمدی نیست. وقتی که اشتباه عمدی شد، اون وقتی که این اشتباهی هست که بازخواست داره، اما اشتباه غیر عمد بود، آقا غیر عمد بود، معذرت میخوام، این جرأت معذرت خواستن هم نداره. یعنی یک اشتباهی کرد نمیتونه بگه که آقا من معذرت میخوام، همونطوری که نمیتونه بگه من دوست دارم، همونطوری نمیتونه درست تشکر بکنه، نه تشکرش درست هست، نه به اصطلاح اینا همه ریشه این اشتباهات و این مشکل کجاست؟ اینی که ما نمیدونیم آیا با فلانی میشه گفت نه، یعنی نه گفتن براش مشکل هست. ببینید در فضای تربیتی ما باید بدونیم که ما اشتباه از هر کسی صورت میگیره در هر مرحله عمری، و کودک و فرد مثل یک درخته، قبل از اینی که ما بکاریمش نمیتونیم اصلاحش بکنیم. اصلاحش کردیم خوب، یه نهال هست، بیچینید این ور اون ور شاید بمیره، نهال رو میکاریم، این نهال رشد میکنه، در هر مرحله ای از رشد این قشی دست ماست، اون رو به صورت چمنزنی دست ماست، اون رو ترتیبش میدیم و درستش میکنیم. یعنی میذاریم که افراد رشد بکنن، در هر فضایی از مرحله ای از زندگی هستند، اگر اشتباهاتی صورت گرفت اون اشتباهات قابل اصلاح هست، و انسان این قدرت رو خداوند متعال درش قرار داده که در هر مرحله ای از زندگی اون ضربه هایی که پیش از این دیده اونها هم اصلاح میشه و خودش هم قابل اصلاح هست. به هر حال وقتمون به پایان رسید، و تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله شما را یار باد و یاور.
آه 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 آه